کل رشته را گپ دارم. ما صد آفرین بگم با حسین بخش سفر. هیچ فایتر مورد علاقه ندارم. در مسجد خواندیم قرآن شریف را ختم کردم. و چرا؟ یکی شب می. سلام خدمت شما بینده های عزیز، خوش آمدین به یک دیگر از برنامه های ما از چینل لحظه میدیا با من سمنا نوروزی و باز هم یک مهمان عزیز دیگر. سلام خدمت شما، خوب هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام دیگر چینل شما جمیل عرفی هستم، یک تن از شکاران مبارزات آزاد. بسیار زیاد خوشحال شدیم جمیل جان. شما از چه زمان ورزش رو شروع کردین؟ مدت 4 سال میشه که تمرین مبارزات آزاد را پیش میبرم تحت نظر استاد محمد جهاد نصری. در مدت 4 سال 11 مسابقه در رشته مبارزات آزاد انجام دادیم که خوشبختانه در 9 مسابقه مقام اول و در 2 مسابقه تن به شکست دادیم. آها، خب فعلا هم کدام مسابقه پیش رو داریم؟ بله، تاریخ دهی عمل انشالله مسابقات لایو سازمان قهرمان شیران افغانستان است که دوم در وزن 70 کیلوگرم انشالله که فایت میکنم. آیا در خانواده شما هم کدام الگویی هست برای که ورزش کنین یا خیر؟ نه خیر، الگویی که ما دارم تنها استادم الگویی است، چون هم استاد اخلاق است و هم استاد ورزش است، تنها الگویی که دارم استادم است. بشک. خب علاقمندی شما در بخش های ورزش زیادتر شما در کدام هستی که من میفهمم شما زیادتر تمرکز تان سر فایت هست، آیا در بخش های دیگه هم علاقمندی دارید یا نه؟ نه خیر، داله تنها رشته مبارزات آزاد را تمرین کرده و تنها شب قیام که دارم در ورزش با مبارزات آزاد است و کدام رشته خاص را شب خوش ندارم غیر از مبارزات آزاد. روزانه چند ساعت تمرین میکنیم به خاطر ورزش؟ روزانه به طور معمول وقتی که مسابقه می باشه مسابقات دور می باشه روزانه 2 ساعت، اما وقتی که مسابقات می روزانه 4 الی 5 ساعت از طرف صبح و طرف بعد از ظهر تمرین میکنیم. خب تمرینات فعلی شما به خاطر مبارزات آزاد که هست فقط خودتون میخواین که در دیگه بخش ها هم کار کنید یا نه فقط همیشه میخواید تمرکزتان سرامی فری فایت باشه؟ تمرکز ما و فوکس ما زیادتر بالای مبارزات آزاد است، چرا که مبارزات آزاد یک رشته مکس است و کل رشته را گت داره، بخاطر اون تنها فوکسی که دارم بالای مبارزات آزاد است. در دنیای ورزشی بیشتر از کدام شخصیت خوشتان میاد و از کدام شخصیت خوشتان نمیاد؟ یعنی ورزشی... از اشخاص مشهور که در دنیای ورزشی هست مثل مبارز؟ نخیر، هیچ فایتر مورد علاقه ندارم و میخوایم خودم الگو باشم با دیگران. خودتون میخواین یک شخصیت خاص بر خودتون بسازین؟ خودم الگوی خاصی ندارم، یعنی کسی رو خوش داشته باشم و علاقه من در مبارزش باشم ندارم، میخوایم خودم الگو باشم و با دیگران. خب از کدام شخصیت این بدتون هم میاد پس؟ نخیر. گفتنی شما در مورد یک چند وقت پیش از حسین بخش فکرنون بود نه؟ که مبارزت بله. از نظر شما در مورد چی او چی است؟ چون او هم شکست خورده بود و به نظر شما مبارزه همون چی بینا بود؟ ما صد آفرین بگم با حسین بخش سفری و با حیرت و حسین بخش سفری، چرا که در حوزه کلینی بسیار مبارزه کردن مشکل است و او هم باز در کشور خارجی که اصلا ما را کسی حالا به رسمیت هم نمیشناسه مبارزه کردن در این وقت بسیار مشکل است. آفرین به حیرتش، برد و باخت مطرح نیست برای ورزشکار که برد کنه یا باخت کنه مطرح نیست، مهم هم به تجربه است که از داخل قفس میگیره و به دور بعدی مسابقات کوشش میکنه، اونمویش مهم است. برد و باخت اصلا میکنه معنی نداره. شما گفته بودین که در 2 از مسابقاتتان باختین و در دیگرش در 9 تا دیگهش بردین. خب در اون زمان که شما باختین چه احساس داشتین و هموطنای ما با شما چگونه برخورد میکردن؟ طبعا وقت انسان شکست میخوره خب جگرخون میشه، اما ما وقت شکست خوردم اما کوشش خود اگر 50% بود 80% و 100%ش کردم، به خاطر که خواستم در اگر این بار باختم در مسابقه دیگه بتونم که مقام اول بگیرم و کوشش خود زیاد کردم میکنم. جگرخونش میشه طبعا، اما باید انسان کوشش زیاد خود زیادتر کنه تا در دور بعدی یا مرحله بعدی زندگی خود شکست تجربه نکنه. بیننده های عزیز، شما هم مدال هایی را که در استفاده از جمیل جان دیدید، نشانی هم خرد کلان است و اینجا بعضی هاشون یک هست، نه یک هم اینا شما را گذاریشون چه قسمی هست و اینا هم مدال هایشون هست که خودتون سر میز میبینین دیگه و بسیار کلشون خوب است. خب آقای جمیل، مسابقات شما بیشترشون در کجا برگزار کردید؟ جز پروان کدام ولایت خاص برگزار نشده، بلکه کل مسابقاتم با جز پروان کنشده کرده بوده. خب در کدام موقعیت های کابل؟
ما دو کمپ داریم، یک کمپ ما در ولسوالی شکرزی ولایت کابل است و کمپ مرکزی ما در چاره ایلا بجر سرک میدان هوی است و اکثر مسابقات را که کردیم در کورتی لال و در لبجر باشیم. آها، خب در وزنای چند کیلوگرم شما فایت کردید؟ اکثر مسابقات ما در وزن 65 الی 70 کیلوگرم بوده و اکثر وقت در وزن 70 کیلوگرم فایت میکنم. خب خودتون از کجا هستید؟ ما باشنده ولسوالی بری بچکوت ولایت کابل هستم و در ولسوالی بری بچکوت ولایت کابل میال هم زندگی میکنم و در اونجا تمرینات من بپیش میکنم. جز کارهای ورزشی تو مابقی چقدر تحصیلات داره؟ چقدر درس مونده؟ فارغ صرف 12 هم هستم و می خواهیم که تحصیلات خود در رشته ژورنالیسم با پیش ببرم، اما وقتش برست و خیر فعلا یک ذره مصروفیت هست از خاطر اون تحصیلات خود پس موندید و یعنی ادامه شمتون بخیر. خودتان رشته ژورنالیسم رو دوست دارید و می خواهید دمی رشته بخونید درس؟ بله بخیر، ژورنالیسم بسیار علاقه من به رشته ژورنالیسم است. انشالله که موفق باشین. خب تا به هنوز شما فقط به ما گفته بودید که تحت یک نظر استاد کار کردین و نام یک نفر گرفتید. در این مدت 4 سال شما با چند استاد کار کردین و کارکردهایتون زیادتر در کدام مثلا کلاب ها بوده؟ تمریناتتان در کجا بوده؟ ما فعلا تحت یک نظر یک استاد تمرین میکنم و میخوایم تا آخر زندگیم تا وقتی که ورزش ادامه میتم تحت نظر یک استاد تمرین کنم و استادم قلبانم دوست دارم به سل برادر کلانم است و میخوایم تحت نظر استادم تا آخر ورزشم تمرین بکنم. روزانه چند ساعت تمرین میکنیم باز؟ روزانه 2 ساعت از طرف صبح و 2 ساعت هم از طرف بعد از افتر تمرین میکنم. و اگر نزدیک به مسابقتون هم باشه هم 2 ساعت هست؟ خب طبعا فرق میکنم باز تمرین و تمرین مسابقات و تمرین روزهای عادی بسیار فرق داره چون وقت باز تحت قرنطین میباشیم و تمرینات مستقل میشه. آها، خب شما گفته بودیم که 2 فایتتان را برنده شده بودید و 2 فایتتان را باختید و 9 فایتتان را برنده شدیم. خب این فایت ها با وزن چقدر بوده و مثلا اما اشخاص که شما روز فایت کرده بین از کجا بوده و کیا بوده؟ خب با اکثر هم حریف هایم فرق داشته. بعضی از حریف هایم یک بار امرای حریف از ولایت شمشیر جوده شد و یک بار حریف از ولایت پروان فرق میکنه. در مسابقه حریف هایم فرق داشت و مسابقات هم از 60 کیلوگرم شروع تا 70 کیلوگرم و 75 کیلوگرم هم فایت کردیم. غیر از تمرین چی مصروفیت داره؟ غیر از تمرین بیکار. بیکار. انگیزه تان به اینکه آمدین در دنیای ورزش کی بوده و چی بوده؟ خب این که به ورزش مبارزات آزاد رو بودم انگیزه شمی بود وقتی در تلویزیون ها فایت قهرمان ها رو می دیدم و آنها وطن بیرق پرچم سیرنگ کشور در ممالک خارجی به احتزاز در می آورد. انگیزه برای پیدا شد و آمدم رو آوردم به ورزش مبارزات آزاد. اگر ورزش نمی بود و شما تحصیلاتتان هم گفتین که دامه ندادین دیگه فقط 2000 فارغ شدین و فکر کنید ژورنالیسم نمی شما چه کارا می شدین؟ خب او وقت یک نظامی موفق می خواستم شوم و شب خاص به نظامی شدن داشتم. آها، عجیب ترین کارهایی که در زندگیتون انجام دادین چی کارتون بوده؟ خب تا یک کدام کار تعجب کده باشین از کارتان که چطور انجامش دادم مثلا؟ خب ما پیش از تمرین نه اصلا نی در فکر ما نمی آمد که ما میرم تمرین بخواد کردم و ما به عیز یک ورزشکار در جامعه خود رفتم. این انگیزه ای که یک بری بایده شد و آمدم رو آورده با مبارزات آزاد بخی تعجب کردم که چطور ما یک بار قشق پیدا کردم و رفتم با مبارزات آزاد رو آورده و می یک کار تعجب است. آها، خب یک خاطرتان از دنیای ورزش به ما بگید. دنیا ورزش خو البته یک خاطره خوب و یک خاطره بد درست است. هر لحظه خاطر است و رشته های رسمی اکثر وقت رشته های است که یعنی خشن است. خب خاطری خود طبعا وقتی که یک ورزشکار پیروز میشه و امو خوشیش هست امو یک خاطری خوش است و وقتی که شکست میخوره امو یک خاطری تلخ میباشه. آها، ولی هر شکست بر مبنایی است که شما دوباره برخیزید. بله، یک تجربه. خب یک سوال، دوست داشتین زشت پولدار میبودین یا مقبول فقیر؟ و چرا؟ یکیش هم نه. یکیش نه. میخواستم، میخوایم و هستم که به دین الله متعال رجوع کردیم و میکنم و نمیخوایم پول داشته باشم چون یکی از چرک دست است و هیچ چیز ابدی نیست غیر از اینکه ما عبادت کنیم به الله متعال. دیگه هیچ چیز هم ابدی نیست. میخوایم با حیث یک ورزشکار و با حیث یک شخص با اخلاق در جامعه باشم که هیچ کس از این ضرر نبینه و میخوایم که با هم رابطه خوب داشته باشم. یک سوال شخصی که من میخوایم از شما بپرسم، شما درس های مدرسه یا دینی را خوندین؟ خب
نه خیر، درس های درست از مسجد خواندیم، قرآن شریف را ختم کردیم، شد سالات موضوعات کلش خواندیم، ما مدرسه را طوال نخوندیم و شبت خاص دارم. خب پیامتان به امارات اسلامی و به مردم ما چی است؟ پیام به همه جوانه افغانستان همی از بیایی که دست به دست هم بتیم و بتانیم هم از طریق درس و هم از طریق ورزش افغانستان را پیشرفت بتیم و پرچم سرنگ کشور ما در بلندترین قلعه جهان به اهتزاز دارو بیاریم. انشالله که یک روزی خود امیتو شد و کل ما هم شاهدش باشیم. خب بیننده های عزیز، رسیدیم به آخری برنامه امروز ما، امید که خوشتان آمده باشه. البته یادتان نره که تمام برنامه های ما را ببینید، سابسکرایب کنید، کامنت بتین و همچنان شیر نمایید. تا برنامه های بعدی کلتون بالای پاک مسپارم. خدا یارتان.